با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس شاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. 13 روز نبرد کندز، پاکسازی یک بخش راهبردی در سایه نبود هماهنگی. اهمیت ازی به اندازه است که طالبان حاکمیت شهر به طور مطلق از دست میدن. از هیئت رئیس جمهور غنی تا هیئت پارلمانی، مجلس نمایندگان خواستار تجدید نظر در عملیات کندز شد. ما به نمایندگی از ولسی جرگه مخاطب میکنیم جناب رئیس جمهور و رئیس محترم اجرایی را در پیوند به کندز و عملیاتی که روی دست دارند یک بار تجدید نظر بکنند. افسردگی زنان و اضطراب مردان، 72% زنان افسردگی و 60% مردان افغانستان اضطراب دارند. بیشتر از 50% مشکلات روانی در جامعه ما وجود دارد بین افراد. انقره قربانی انفجارهای بی پیشینه. در دو انفجار در پایتخت ترکیه 86 تن کشته و 180 تن دیگر زخم برداشتند. برام خدا و شب شما بخیر. واحد ویژه در یک عملیات شبانه اوزای سوم یکی از بخش‌های راهبردی شهر کندز را پس از 13 روز نبرد از وجود طالبان پاکسازی کرد. یکی از فرماندهان واحد ویژه مشترک میگوید که پس از این عملیات مردم گواه آسودگی در شهر خواهند بود. شریف امیری که این نیروها را همراهی کرده میگوید که کاستی‌ها در هماهنگی نیروها هنوز هم پابرجاست. در کنار نیروهای هوایی، این نیروهای ویژه برای سرکوب احراس افغانان نقش بسیار اثرگذار داشته است و تنها چشم امید مردم همین نیروها هستند. اکنون در این ناوقت شب ماموریت دارند، ماموریت برای سرکوب احراس افغانان که در کوته گرد روزانه تجمع می کنند و امنیت شهر را هر آن به تهدید می گیرند. بیشتر دشمن از طریق چهاردره در کوته گرد از طرف وقت مشخص اونجا جمع میشن و از اونجا تقسیمات میشن در نقاط مختلف که از اونجا تهدید میکنن داخل شهر. بر فرازی ساختمان مشکوک پرچم طالبان بلند شده و در چهار طرف ما هم پرچمای طالبان بر خانه ها برافراشته شده و نیروهای دولتی تلاش دارند تا این بخش از وجود مخالفان مسئله دولت پاکسازی کنه. این بخش در واقع نقطه مرکزی مخالفان مسئله دولت است. اهمیت ازی به اندازه است که طالبان حاکمیت شهر به طور مطلق از دست میدن و بیشتر تهدیدات بسیار زیاد کم میشه بالای شهر. و عملیات همچنان از طرف روز هم ادامه داره و مخالفان مسئله دولت بارها ما را آماج قرار میتن و موشک شلیک میکنن و از این طرف نیروهای دولتی هم به شدت پاسخانه را میتن. حوزه سیوم یکی از مکانهای بسیار مهم است، جایی که به چهاردره وصل است و طالبان به این زودی ها نمیخواهند که این بخش ها را کم از کم از دست بدن و هر آنچه در توان دارند در برابر نیروهای دولتی به کار میگیرند و این بود یک شب و یک روز نیروهای دولتی در کندز. شریف امیری، تالو نیوز، شهر کندز. وضعیت امنیتی در ولایت کندز هنوز هم فاجعه بار است. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که عملیات نیروهای دولتی در ولایت کندز به کندی به پیش می رود. این نمایندگان خواستار راه اندازی یک عملیات گسترده نظامی در این ولایت شدند. نمایندگان از وضعیت کنونی امنیتی در شهر کندز انتقاد می کنند و میگویند که طالبان و داعش زیر نام اسلام در افغانستان جنایت می کنند و باید این گروه ها در افغانستان سرکوب شوند. در این حال رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون های دفاعی و امنیت داخلی وظیفه سپرد تا هیئتی را برای چگونگی بررسی سقوط کندز به این ولایت بفرستد تا علت سقوط این ولایت را از نزدیک بررسی کنند. به نمایندگی از ولسی جرگه مخاطب می کنیم جناب رئیس جمهور و رئیس محترم اجرایی را در پیوند به کندز و عملیاتی که روی دست دارند یک بار تجدید نظر بکنه که
این نحوه عملیات قطعا پاسخگو به شرایط قندوز در رابطه با بازپسگیری برابر نیست و نمیتونه به این شیوه ما و شما قندوز شاهد تصفیهش از وجود دشمنان افغانستان باشیم. برای بحث بیشتر بشیر احمد تیانج از نمایندگان مجلس اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین آقای تیانج. چه چیز باعث شده با وجود 10,000 نیروی نظامی افغانستان در قندوز که 13 روز نبرد دوام بکنه و هنوزم طالبان بتونن به نبردشان ادامه بدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکارای عزیز و مجموع بینندگان سلام تقدیم میکنم. اول جا داره از نیروهایی که جانفشانی میکنه، فداکاری میکنه، شب زنده داری میکنه در قندوز، واقعا اینا اما سافرینی میکنن، ایران باید آدم نادیده نگیره، سپاسگزاری بکنیم. ولی با وجود گذشت 13 روز که با تجمع و تکثر قوا و اولویت قرار دادن دولت وحدت ملی، شورای امنیت افغانستان و وزارت های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، عملیاتی که در قندوز است خیلی در واقع نتیجه بخش نبوده. هنوز با وجودی که قندوز چند بار یا از شب یا روز دست به دست شد، علی ظاهراً نیروهای دولتی در مرکز شهر قرار دارند، ولی یک مرحله جدیتر در اوج آغاز شده. او ای است که به حساب طالبان در منازل مسکونی، در مخفیگاه ها مخفی شدن، پاک کردن از اینا و راندن از اینا و شناسایی و از بین بردن از اینا کار دشوار بر نیروهای امنیتی خواهد بود. ما از اول گفتیم که قندوز به دنبال یک تغافل، قندوز به دنبال یک بی‌توجهی، قندوز به دنبال بی‌تفاوتی رهبرای حکومت وحدت ملی به این سرنوشت دچار شد. متاسفانه یک فاجعه و تراژدی در 13 سال گذشته سابقه نداشت، در اوج اتفاق افتاد. بنابراین جا داشت که همه، هم رهبرای حکومت وحدت ملی، هم وزارت ها خیلی را جدی می گرفتن. به این معنا که ما هنوز سوال در همین جاست، در حالی که میر از من نیروهای امنیتی افغانستان در جبهات، اما ظاهرا اراده سیاسی دیده نمیشه برای این که با جدیت با مسئله قندوز برخورد شود. فکر میکنین دلیل واقعی چی است؟ دلیل واقعیش ببینید، هنوز هم یک تفاوت نظر یا آدم یک مقدار کوتاهی در مورد سرنوشت قندوز از سوی رهبرای حکومت وحدت ملی دیده میشه. به این معنا که ما هیچ شاهد نبودیم که وزیر داخلی افغانستان منیس مسئولیت تمام موضوعات امنیتی داخلی را داره، اونا حداقل منیس قماندان جبهه جنگ در اوج حضور پیدا بکنن، خودشان از یک محل به یک سوق اداری واحد نیروها را رهبری بکنن، برای نیروها مورال ببخشن و در کنار سرباز و عسکر در سنگر بوده باشن، 4-5 روز حداقل اوج سپری کنن، یا وزیر دفاع یا رئیس عمومی امنیت ملی، یکی از زینمی کسایی که حداقل صلابت و یا سیاست و یا در واقع توان مورال دادن را بر سربازای خود و شکستن مورال دشمن را داشته باشه، نی گپ نشده. ما این را هنوز هم به حساب امو ناپختگی حکومت وحدت ملی میدانیم، هنوز هم توانمندی در واقع امو قدرت نظامی ما در حدی نیست که ما واکنش و یا در واقع ضد حمله را سازماندهی بکنیم که این خطای خود را یا در واقع ناکامی خود را جبران بکنیم. تلاش ها جریان داره، لابلای صحبت هایی که بزرگا میکنه شی در مجلس میایه شی بیرون از او، ولی ایجاب میکنه که امروز هم در مجلس گفته شد که اول همی گذشتی قندوز را گفته میشه ولی هیچ کسی ترتیب اثر نداده. مثلا به این معنا که در قندوز فاجعه صورت گرفت، از دست کی بود؟ که خطای کی بود؟ غفلت کی بود؟ هنوز حکومت توانمند از این نشده که یک هیئت را بفرسته و کسایی که مسبب حادثه شده بود، کسایی که به حساب زمان را تلف کرده بود و کسایی که زمین سازی کرده بود به اینمی یک تراژدی در قندوز اتفاق بیفته، هنوز جدیت. از او خاطر ما بارها از تریبیون پارلمان افغانستان من رئیس اوز و در کل شورای ملی ما گفتیم که خود ولسی جرگه اقدام بکنه، من رئیس نماینده های مردم یک هیئت با صلاحیت بفرسته، ولو که شرایط جنگی بوده باشه. ما حاضر هستیم بریم که در چی سرنوشت مردم خود. دلیل این که مقام های امنیتی نمیرن به قندوز چی است؟ مقام های ارشد البته ردی اول که پیشتر شما نام بردید. ما فکر میکنم که مقام های ارشد امنیتی بیشتر از این توان در مدیریت جنگ قندوز را نداره. ما مجبور هستیم به اینمی عرفا و عملهایی که اینا میکنن و منتظرشون بانیم. حالا گفته شده بود که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری خودشان گفته بودن که میرن به خط نورد در قندوز، چرا تا هنوز
ایشان نرفتن؟ یقینا تصمیم اونا هنوز پا برجاست و بنابر مصروفیت و یا مسئولیتی که در بیرون از افغانستان لازم بود که مهم صاحب اول وجود تشریف ببرن و ملاقات ها و مذاکرات های خیلی مهمی در واقع اوجا اتفاق افتاد، با جزئیاتش انشالله همتان های ما با زودی در جریان قرار میگیرن. بعد از برگشتشان انشالله یکی از اولویت هایی است که قندوز را بر ترتیبش، یعنی آقای دوستم خودش به خط نبرد در ولایت قندوز خواهد تصمیم رفت. تصمیم ریاست جمهوری، سرقمندانی اعلی قوه مثلا سران حکومت وحدت ملی است، ولی تمام تلاش مهندس به اولی است که تنال در حوزه شهر مشکل نیست. شما میدانید در چاردره عملا طالب است، در امام دشترچی کلا به دست طالب است، در قلعه‌زال طالب است، بخشای بزرگی از امام صاحب به دست طالب است، همچنان در خان‌آباد. اگر شما تنال شهر هم پاکسازی بکنین، هیچگاه ضمانت سرنوشت قندوز را در آینده هم کرده نمیتونه، چون طالبا حداقل طالبا یک ماه پیش نیست، چون اینا به حد زیادی جنگ ابزار و تانک و سلاح ثقیله و مهمات کافی را به غارت بردن. اونا میتونن هر لحظه تهدیدی بوده باشن برای قندوز، برای بغلان، برای تخار و سایر ولایت‌ها. بنابراین مهندس صاحب اول نظرشان است که با ورودشان به افغانستان با سرای حکومت وحدت ملی روی موضوع صحبت بکنن، بعد از او تصمیم اتخاذ بکنن. و صحبتی را هم که از طریق تلویزیون شما کرده بودن، یعنی اصل یا به حساب، حالا اگر سران حکومت موافق حضور آقای دوستم نباشند در کندوز، ما فکر کنم که هیچ کسی مخالف حضورشان نیست، چون سرنوشت افغانستان با پس با این حساب ایشان خواهند رفت. یقینا ما مطمئن هستیم که رهبرای حکومت وحدت ملی در یک تفاهم و تشریک مساعی مشترک برای رهایی قندوز از این وضعیت انشاءالله اقدام میکنن که دو ما اونقدر دشواری و چالش را نمیبینم. ممنون از شما بشیر احمد تیان، جزو مجلس نمایندگان. سپاسگزارم. حکومت افغانستان از گفته‌های تازه وزیر دفاع آمریکا درباره تمدید حضور نظامیان خارجی در افغانستان استقبال می‌کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که هراس افغانی در افغانستان ابعاد فرامنطقه‌ای دارد و برای مبارزه با این پدیده به ادامه همکاری کشورهای دیگر نیاز است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا درست پیش از همپیمانان کشورش خواست تا حضور نظامیانشان را در افغانستان تمدید کنند، در حالی که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای ناتو سرگرم بازنگری راهبرد بیرون ساختن نظامیانشان از افغانستان هستند. حکومت افغانستان خواهان ادامه کمک‌های جامعه جهانی در راستای مبارزه با هراس افغانی است. بیانات وزیر دفاع ایالات متحده در نشست ناتو مبین ای حقیقتی است که جنگ در داخل افغانستان تنها منحصر به افغان ها نیست، بلکه ای ابعاد منطقه‌ای دارد و قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به نیابت از دیگرها در مقابل تروریسم بین المللی و منطقه‌ای جنگ میکنه. بنابراین خواست ما امی است که افغانستان در این قسمت باید حمایت شود و کمک شود تا مشکل منطقه‌ای مرفوع شده باشد. در این حال شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی مبارزه با تهدیدهای نوپیدا را در کشور نیازمند ادامه حضور نظامیان جهانی در افغانستان می‌دانند. در صورتی که دولت تصمیم می‌گیرد این رابطه باید تدابیر جدی و قاطع در تفاهم با جامعه جهانی یک کار را انجام بدن که تضمین کننده باشد. همزمان با این شماری از سناتوران جمهوری خواه در کنگرس آمریکا ابراز نگرانی می‌کنند که طالبان، شبکه حقانی و گروه داعش هنوز هم به فعالیت‌های هراس افغانانشان در افغانستان ادامه می‌دهند و مبارزه با این گروه‌ها را نیازمند ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان می‌دانند. تا لحظات دیگر، اعتراض بجا شدگان کندوزی به کوتاهی سران حکومت وحدت ملی. هم خوش آمدید. در دو انفجار در هنگام یک راهپیمایی در شهر انقره پایتخت ترکیه 86 تن کشته شدند و 180 تن دیگر زخم برداشتند. این راهپیمایی در اعتراض به درگیری میان نیروهای دولتی و نیروهای کرد راه‌اندازی شده بود. این رویداد در حال رخ می‌دهد که قرار است ماه آینده انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شود. حکومت ترکیه این حمله را به شدت نکوهش کرده، اما حزب دموکراتیک خلق ترکیه سیاست‌های کنونی دولت ترکیه را عامل بروز این گونه رویدادها گفته است. این انفجارها مرگبارترین حملات در ترکیه خوانده شده است.
شماره از بیجا شدگان کندوز با راه اندازی تظاهرات صلح‌آمیز در نزدیک کاخ ریاست جمهوری از حکومت می‌خواهند تا هرچه زودتر شهر کندوز را از وجود طالبان پاکسازی کند. اعتراض کنندگان راه‌های کاخ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را بستند و در برابر طالبان و پاکستان شعار دادند. دادخواهی برای پاکسازی تمامی بخش‌های شهر کندوز از وجود طالبان و زمینه‌سازی برای برگشت کندوزیان. اینان بیجا شدگان شهر کندوز هستند که برای تامین امنیت در کندوز در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه گرد آمدند و خواهان بیرون ساختن طالبان از تمامی بخش‌های شهر کندوز هستند. اگر عملیات گسترده را در کندوز ایجاد بکنه و شهر کندوز از این وضعیت نجات بده. ما دیگه هیچ نمیخوایم این گپایشان هم در ما بکار نیستی این دیگه شها هیچ چیز نکده هیچ چیز کت ما نکده نی دوستم کده نی دکتر عبدالله کده نی اشرف غنی کده. شمار دیگری از اعتراض کنندگان خواهان رسیدگی و بیجا شدگان کندوز هستند و از کمکاری حکومت در این زمینه انتقاد میکنند. دوازده روز شده که دولت به ما توجه نکده که ماجر کندوز در کجا هست این مرده در کوچه کندوز بو گرفته این مسلمان است. همزمان با این شماره از جوانان دیگر که خودشان را باشندگان کندوز میگویند در برابر شورای ملی راهپیمایی کردند و از جامعه جهانی و نهادهای مددرسان میخواهند تا به وضعیت زندگی کندوزیان بیجا شده رسیدگی کنند. 72% زنان افسردگی و 60% مردان افغانستان اضطراب دارند. وزارت صحت عامه در روز جهانی صحت روانی میگوید که مشکل روانی در شهروندان کشور بیشتر دیده شده است. وزیر صحت عامه میگوید که با این هم شمار کسانی که با مشکلات شدید روانی روبرواند نسبت به کشورهای همسایه کاهش را نشان میدهد. برای درمان بیماریش به شفاخانه صحت روانی آمده است. پزشکان میگویند که به افسردگی مبتلا است. فامیلتان یا برای دوستاش شته باشه خوب است. تنها. تنها باشه. تاریکی باشه. اینمی چیزای سفید هیچ خوش ندارم. مریض مصاب افسردگی هستن. افسردگی مرض است که یا اختلال روانی هستن که در کل دنیا و بالخصوص در افغانستان شیوع بیشتری دارد، خصوصا در طبقه اوناس این اختلال روانی زیاد شیوع دارد. 4 فرزند دارد. میگوید که 16 سال از ازدواجش میگذرد و چندین بار قصد خودکشی کرده است. علت تصمیم به خودکشی را معتاد بودن شوهرش به مواد مخدر میگوید. اینم یه تکلیف روانی که به من پیدا شد، باز اینم تصمیم به 2-3 دفعه گرفتم. حتی به مو فامیل خود گفتم، به خسران خود گفتم که من دیگه حوصله ندارم. من میخوام خودکشی کنم. بازو ها دیگه چیز نگفتن، باز طرف اولادم دیدم جگرم خون شد، گفتم نه اولادم شد. در اینجا وزارت صحت عامه در روز جهانی صحت روانی میگوید که افسردگی و استراب دو مشکل عمده روانی در میان افغان ها بسیار دیده می شود. بر بنیاد آمارهای این وزارت افسردگی در میان 72% از زنان و استراب در میان 60% مردان دیده شده است. اما عامل بنیادی این بیماری در کشور چیست؟ مشکلاتی که در افغانستان موجود است در حدود 30% امراض روانی در بین افراد جامعه موجود است و بیشتر از 50% مشکلات روانی در جامعه ما وجود دارد در بین افراد. مثلا افسردگی بیشتر در بین خانم‌ها شیوع دارد، استراب در بین مردها بسیار زیاد وجود دارد و همچنان استرس‌های بعد از ضربه و تروما، این چیزهایی است که در افغانستان بسیار زیاد است. وزارت صحت عامه میگوید که مبتلایان به بیماری‌های روانی نسبت به همسایگان افغانستان کم هستند، اما افرادی که از صحت روانی برخوردار هستند چه ویژگی‌هایی دارند؟ فردی سلامت روان داره که مهارت حل مسائل زندگی و استرس‌ها و مشکلات را به نحو سازگارانه با کمترین هزینه و آسیب داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد که در حدود 12% جمعیت جهان از بیماری‌های روانی رنج می‌برند. تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای افغانستان با به دست آوردن 1 مدال طلا، 8 مدال نقره و 2 مدال برنز در رقابت‌های زورخانه‌ای قهرمانی آسیا به کارش پایان داد. مشتاق حسن شریف در بخش کشتی
کشتی مرد طلایی افغانستان در این بازی هاست. در پایان این پیکارها افغانستان با به دست آوردن 113 امتیاز پس از ایران که میزبان این بازی ها بود بر سکوی دوم ایستاد و تیم های تاجیکستان و عراق سوم و چهارم شدند. سرپرست ولایت بلخ سقوط کندز را برخواسته از بی‌پروایی و ناتوانی مدیریت حکومت وحدت ملی می‌خواند. عطا محمد نور می‌گوید که توطئه‌های پشت پرده از یک سو و بی‌پروایی حکومت از سوی دیگر سبب شد تا جنگ در کندز شدت گیرد و این شهر برای مدتی به دست طالبان بیفتد. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ یک بار دیگر از مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی انتقاد می‌کند و می‌گوید با وجود آنکه بارها برای آنان هشدار داده بود که هراس افغانان در بخش های از ولایت کندز نفوذ کردند و نیاز بر راه اندازی یک عملیات گسترده است، اما به این هشدارها توجه نکردند. قبل از عید ممرای جناب رئیس جمهور صحبت کردم، مشخص تقاضا کردم که کندز مشکل حل میکنه، کندز سقوط میکنه و بغلان هم سقوط میتن بعد از اینکه کندز سقوط بکنه. بهتری است که باید مدیریت شود و عاجل عملیات شود، هم از طرف کندز و هم از این طرف ما باید بریم. آقای نور از تلاش های هراس افغانان برای ناامن ساختن ولایت های شمال کشور به ویژه ولایت بلخ سخن می زند. اما به شهروندان ولایت بلخ اطمینان می دهد که جلو فعالیت های شورشیان را در ولایت بلخ خواهد گرفت. اطمینان می دهیم که بلخ امنیت است، شهر مزار شریف امنیت است، دشمن ها که تبلیغ می کنند، نوکرای وطن فروش ناموس فروشی که از داخل یا تبلیغ میکنن به گوش فرانتن، تشویش نکنین، به خانواده های خود اطمینان بدین که ما مردانه متین استوار قامت برافراخته استادتیم در پای دفاع شما. تا خونی ما که شما یک جای نریزه ما وطن رها نمیکنیم، در کنار شما هستیم. از سوی هم والی تازه سرپل از تلاش ها برای سرکوب هراس افغانان در این ولایت سخن می زند و از حکومت مرکزی می خواهد که او را برای حکومتداری خوب در این ولایت پشتیبانی کند. بر رئیس محترم جمهور عرض کردم که ما را که با ایده شرایط شکننده به اونجا روان کردین، از ما حمایت و پشتیبانی بکنید. حمایت و پشتیبانی به معنای فراگیر است، به خصوص در عرصه امنیتی، در بخش نظامی، در مسائل بازسازی، در راستای زدودن یکی از مرضهای مزمن در افغانستان که فساد اداری بوده باشه، مواد مخدر بوده باشه. در این وقتی که من همکاری میگم، همکاری همه جانبه حکومت مرکزی را میطلبم. با وجود آنکه نگرانی ها از گسترش ناامنی ها در حوزه شمال کشور وجود دارد، اما این مسئولان محلی برای مردم وعده میدهند که برای تامین امنیتشان از هیچ کوشش دریغ نخواهند ورزید. مجاهدین پیشین به بهانه های گوناگون از نظام بیرون کشیده شده و باید با آنان در پیکار با هراس افغانان نقش داده شود. شماری از بزرگان اقوام و مجاهدین پیشین ولایت بغلان در دیدار با وزیر خارجه کشور در این ولایت با بیان این مطلب تاکید می‌ورزند که آنان با جدیت از سقوط بغلان به دست طالبان جلوگیری کردند. صلاح الدین ربانی از همه این افراد می‌خواهد تا برای نابودسازی برنامه های بزرگ طالبان و استخبارات بیرونی خود را آماده کنند. دیدار پشت دیدار و نگرانی ها پشت نگرانی ها به بغلان پا می گذارد تا در کنار دیدار از بزرگان و مجاهدان پیشین ولایت های بدخشان، تخار و پروان ناگفته های بغلانی ها را بشنود. از سرپرست تا باشندگان این ولایت حکومت را به سهل‌انگاری در کار مبارزه با هراس افغانی متهم می سازند. در این روزها چون بیشتر به نظارت از عملیات های نظامی و تجهیزات نیروهای دولتی می پردازد، بیشتر او را با مسئولان نهادهای امنیتی به اشتباه میگیرند. بغلان یک ولایت بسیار با ارزش و مهم و نقطه وصل نه ولایت شمال است. جناب محترم وزیر صاحب، اگر به بغلان حکومت وحدت ملی توجه نمیکنه، معلوم میشه که بر کل شمال توجه نمیکنه. من که ویدا خبر خدای تو گوری دا خبر پریدم راضی چې دی وحدت لاسونه ورکو. نن دی وزیر دی داخلي ورځ وسته باید دلته راغلی وای. نن دی وزیر دفاع وراز وای دلته راغلی وای. اته کلانه راته وزیر دفاع کړی ده. دا وروره دا وزیر دفاع ده. قرار نسته په کور کې دلته منګه تمام ورځ د زلمینه خرو. میگوین هم اکنون بغلان مرکزی، ولسوالی تاله و برفک و چندین بخش دیگر این ولایت از سوی هراس افغانان تهدید می شوند و تا کنون واکنش جدی از سوی دولت مرکزی به این موضوع نشان داده نشده است. خدشای مردم دفاع ملی
واقعا در برابر یک جنگ اعلان ناشده و جنگ تحمیلی و در پالوش یک دفاع مقدس. ما بزرگ مردی دیدم که تا شاید سالش در حدود 70 چند ساله بود یا 70 ساله بود، کمرش بسته با همت بلند بالایش و آماده شد در سنگر، حاضر شد در سنگر جان بوده خون بریزند، ولی یک بلیست یک وجب ولی دشمن اجازه نداد که داخل منطقه شد. رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید از این همت والای مردم سپاسگزاری میکرد، باید از این خیزش های مردمی لااقل یک کنفرانس مطبوعاتی میداد و دفاع میکرد و حمایت میکرد. وزیر امور خارجه برایشان اطمینان میدهد که مانند دوره مقاومت طالبان پاسخ دندان شکنی دریافت خواهند کرد و ریشه های هراس افکنان از شمال دوباره برچیده خواهد شد. اطمینان میدم که ملت افغانستان هیچ وقت تسلیم تروریسم نبوده و نخواهد بود و ان شاء الله مثل که دیروز شکست خورد امروز هم شکست میخوره و داینده هم اینا موفق و کامیاب نخواهند شد. بسیاری ها از وی میخواهند تا هرچه زودتر نتیجه سفرهایش را بر روی میز بزرگان کشور بگذارد و از آنان خواهان تصمیم گیری جدی در برابر مخالفان مسلح دولت شود. نوزما غوښتنه د ټولو د وطن د مشرانو د روشن فکرانو نام داده چې دوی په ځای د دې چې دوی لاړ شي خپل د وطن په سلیقوي اختلافاتو ته لمنه وي، ضروري داده چې دوی لاړ شي د وطن په د جنگ د کرخې د اولنۍ په کرخې کې لاړ شي او خپل د ځوانانو ته وګوري چې په دې کې هلته دا فرق نه دی چې دا د کوم ځای دی او دا د کوم قوم ته په هغه باندې تعلق لري. آقای ربانی میگوید که بانک روزهای پرکاری دارد، اما برای روحیه بخشیدن بیشتر به مردم به ولایت‌های ناآرام کشور سفر خواهد کرد تا از همه بزرگان این ولایت‌ها بخواهد تا نگذارند ولایت‌هایشان به کندوز دوم مبادل شود. طولانی شدن نبرد کندوز میتواند مردم این ولایت را بیشتر آسیب پذیر و حقوق آنان را پامال کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر با اظهار این مطلب تاکید میورزد که هنوز هم اراده در دولت برای شکایت رسمی از ناقضان حقوق بشر در کندوز و سازمان ملل دیده نمی شود. در این حال شماری از نظامیان و آگاهان نظامی طولانی شدن نبرد کندوز را با وجود 10,000 نیرو پرسش برانگیز می خوانند. سپاس از همراهیتان با طلوع. بسیاری ها به این باورند که اگر از نیروها در کندوز به گونه درست استفاده نشود، جنگ کندوز رفته رفته به نبرد فرسایشی مبدل خواهد شد و با این کار طالبان روحیه بیشتری خواهند گرفت. این جمله از انسانهایی که من حیث سپر انسانی استفاده از صورت گرفتن و لادرکی افرادی که در اون وجود است، فعلا هم بسیاری افراد لادرک هستند. خوب یکی ناملایمات دیگری که چور و چپاول دارایی های عمم صورت گرفته و چور و چپاول دارایی های شخصی افراد هم صورت گرفته و متاسفانه خدمات عامه در کندوز زیاد ضربه دیده. با آنکه نیروهای کماندو، امن و نظم عامه و چندین گروه دیگر نظامی پوشان کشور روز هاست که در کندوز بسر میبرند، هنوز هم پیشروی چشمگیری به سوی بخشهایی از شهر و ولسوالی چهاردره نداشتند. وقتی ما میگوییم که قندوز فروخته شده، تسلیم داده شده، به معنای ازی است که کسانی در حکومت مرکزی و با کسایی که در قندوز تبانی دارند، هم با طالبان و هم با بعضی از سران قومی محل علاقمند تصفیه قندوز نیستند. میخواین دشمن را همچنان قدرتمند نشان بدن، مصروف کننده باشه عملیات قندوز و بتونه روحی پرسنل را تضعیف بکنه که در سایر ولسوالی ها و ولایت های شمال دشمن های مردم افغانستان مسلط شوند. این یک بازی است که سازمان یافته از مرکز هدایت میشه. این همه تأخیر در تصفیه شهر کندوز و ولسوالی های نزدیک شهر با انتقادهایی روبرو میشوند. انتقادهایی از سوی پلنگی پوشانی که برای نابودی طالبان کمر بستند. نمیفهم که چی بخصد. آت منتظری گبی بولاجوی هستند. آه بولاجوی امر برشان نیست. آت دهی تلاش هستند که امینی رو را ناق عدس نتند. با آنکه معاون رئیس ستاد ارتش و شمار زیادی از فرماندهان دیگر نظامیان کشور در کندوز بسر میبرند، اما هنوز هم سایه ترس و وحشت در شهر پابرجاست. با این وجود وزارت امور داخله از تلفات سنگین طالبان در کندوز سخن میزند. هنوز در داخل شهر نقاطی است که نیاز است تا تصفیه شود و ما از این خاطر هم هر روز امروز هم اعلان کردیم که اگر مردم با ما معلومات را شریک بسازه که یک تروریست خارجی در کجا پنهان است، ما برشان
حتی جایزه نقدی در نظر گرفتیم. این بخش از اقدامات است که می خواهیم کاملا شهر تصفیه شود، ولایت تصفیه شود. نمایندگان مجلس نیز از حکومت می خواهند تا بیش از این به طالبان زمان ندهد و باید به زودی جنگجویان طالب نابود شوند. ما به نمایندگی از ولسی جرگت مخاطب میکنیم جناب رئیس جمهور و رئیس محترم اجرایی را در پیوند به قندوز به عملیاتی که روی دست دارن یک بار تجدید نظر بکنه که این نحوه عملیات قطعا پاسخگو به شرایط قندوز در رابطه با بازپسگیری برابر نیست. با آنکه پیش از این از کشته شدن دو تن از جنرالان ISI در نبرد کندوز از سوی فرماندهان ارتش گزارش داده شده است، اما اکنون وزارت امور داخله می گوید که دست داشتن و یا نداشتن پاکستان در این نبرد پسانتر با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد. طالبان در شهر کندوز مساجد، مکتب ها و مراکز بهداشتی را سنگر ساختند. فرماندهان ارتش می گویند که این کار طالبان سبب شده تا عملیات نظامی برای سرکوب جنگجویان این گروه با چالش روبرو شود. گوشه هایی که نبرد در کندوز رهبری می شوند، این نیروها از هر گونه جنگ افزارهای به دست داشتهشان برای سرکوب جنگجویان طالب در این نبرد به کار می گیرند تا به جلوترها برسند. سایه طالبان بودتر از اینجا در میان این خانه ها با جنگلات و در مربوطات اون دو پایه است و سامانجا در نبرد های ارتش ملی هستند، نیروهایی که در حال حاضر ماموریتشان برای بازپسگیری ساحه در بیشترین ادامه دارد. قابل این پایه یک بلدینگ سرخ دیده میشه، زیر امی بغل امی سه خانه جباجا هستند، کنار سرک است که نوعی 82 ما میرسد، اما خانه است فعلا مقاومت دارند، شاید امی انداخته موثر باشه، شاید از جا عقب نشینی بکنند. وزیر دستانش دستور می دهد که هدف را دقیق نشانه بگیرند، اما طالبان مکانهایی را سنگر گرفتند که شاید آماج قرار دادنش به این نیروها دشوار باشد. ما با دقت عملیات می کنیم که تلفات نبینه و کوشش می کنیم که خساره به مردم نرسد تا که مجبور نشویم بسیار زیاد. طالبان مسجد استفاده می کنند از کلینه که نمجا می دارند که والا ایجار دولت نمی زنند. آدمی چی استفاده میکنند دیگه نیروهای ما را میزنند که پیش نبرد مسجد کلینیک اینجا داخل. غیر نظامیان زیادی در اینجا در ساحه نبردها گیر ماندند، از همین خاطر این نیروها با دقت تمام گلوله از جنگ افزار بیرون میکشند. طالبان در مسجدها و مکتبها نیز سنگر گرفتند. دو روز تمام است که نیروهای ارتش در بخشهای از سدرک عملیات شدیدی را برای پاکسازی ساحه طالبان آغاز کردند، اما به نظر می رسد که طالبان در میان خانه ها و جنگلات جا گرفتند و از همان جا در نبرد هستند، چیزی که می تواند ماموریت نیروهای مسلح افغانستان را به کندی بکشاند. عبدالولی آریان، تولونیوس، کندوز. روستاهای سدرک و بندر خان‌آباد کندوز از وجود طالبان پاکسازی شد. مقام های امنیتی ولایت کندوز می گویند که نیروهای دولتی در عملیات دیشب موفق شدند تا اداره این روستاها را به دست بگیرند. پلیس کندوز میگوید که در این عملیات ساختمان حوزه سوم پلیس نیز از وجود طالبان پاکسازی شده است. اینجا گولایی آخوندزاده در چند متری چهارراه عمومی کندوز. تا دیروز بخش‌ها در اداره مخالفان مسلح دولت بود و نیروهای دولتی از اونو تانک‌های نظامی که دیده میشه به این طرف نمی توانستند که بیاین و وارد بخش ها شوند، اما در عملیاتی که دیشب را اندازی شده حال نیروهای حکومتی بخش ها را پاکسازی کردند و اندک پیش رفتند تا چند قدمی بندر خان‌آباد همین نیروها خودشان را رساندند و حتی گفته میشه که وارد بندر خان‌آباد هم شدند، در حال پیشروی هستند که او طرف و پاکسازی به پردازند. دیده میشه که در اینجا در جریان نبرد میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی جسدهای مخالفان هم در اینجا افتاده و در نبردها اینا تلفات هم بر جا گذاشتن، بعد از اینجا فرار کردند. برای تمام مردم کندوز وعده میتم که به زودترین فرصت تمام ساحات کندوز انقریب بخیر پاکسازی خود کردیم. این سرک که شما میبینین بندر خان‌آباد است، بیشتر از گلای ما قرار داره و از این قسمت تا خود زنجیره که زنجیر
سخار گفته میشد، شاید شما دیده باشین چرخه بود. دشمن قرار نداره، صرف یک چهار نفر در داخل زنجیر همونجا هستن که اونام منتظر اینمی هستن که ما از همینجا حرکت بکنیم. همزمان با گرفتن اداره جاده های عمومی یا حداقل جاده های فرعی بزرگ در درون شهر کندز، نیاز میره که تهدیدها از کوچه و پس کوچه ها نیز برداشته شود. ای به این معناست که عملیات خانه به خانه هم باید هم مانند عملیات رو در رو یا پاکسازی شهر از وجود مخالفان سریع پیش بره و با دقت تمام خانه ها و کوچه پس کوچه ها یا تهدیدهایی که از درون خانه ها حداقل متصور است و هم از میان برداشته شود تا دست و پای این نیروها باز شود و بتانند که به پاکسازی شهر و دورتر از شهر بپردازند و دیگر تهدیدی از درون خانه، از کوچه پس کوچه، باغ و زمین وجود نداشته باشد. منزلی که لیج نیست؟ زیر منزل دشمن است. این تمریکا بود که نیست. پیش نجوه. اینمی دشمن است. طالبان پس از این که وارد شهر کندز شدند، ظاهراً خواستند که تمامی شهر را زیر نظاره و دیدشان داشته باشند. از همین رو بیشتر در بلند منزل‌ها جابجا شدند تا بتوانند هم نهادهای حکومتی و هم نیروهای دولتی را در روی جاده‌ها و در درون شهر آماج قرار بدهند. یکی از او بلند منزل‌ها این بلند منزل است که ما در بام او هستیم و دیده میشه که اینجا به یکی از سنگرهای مخالفان مبدل شده بوده و از همین جا بر نیروهای دولتی گلوله‌باری می‌کردند و ظاهراً جنگ هم در اینجا زیاد شدت گرفته و دیده میشه که چیزی در اینجا سالم نمانده، همه چیز پایین ریخته و در اینجا تلفات هم دیدن مخالفان مسلح، چنان که دیده میشه که خونهای ریخته شده در روی اتاق و در روی راپله‌ها نشان میده که اونها در اینجا تلفات هم دیدن. در حال حاضر نبرد در همین دورترها در چهار دوروبر حوزه سوم امنیتی پلیس کندز به شدت ادامه دارد. نیروهای دولتی خودشان را تا حوزه سوم امنیتی پلیس رساندند که اونجا یکی از مرکزهای فرماندهی طالبان بود به خاطر حمله بر شهر کندز و یکی از نخستین جاهایی بود که سقوط کرد به دست طالبان و اکنون نبرد به خاطر پاکسازی بخش‌ها ادامه دارد. اگر حوزه سوم امنیتی پلیس پاکسازی شود و او طرف 300 فامیلی هم پاکسازی شود، دیگر در درون شهر یا حداقل نزدیکی های شهر بخشی نیست که مخالفان در اونجا حضور داشته باشند. او طرف در سیدرک بودند که شب گذشته گفته میشه پاکسازی شده، این طرف تا نزدیکی های بندر خان‌آباد هم پاکسازی شده، از این جاده ای که به امام صاحب و شیرخان بندر هم رفته تا بالای سار اونجا پل آلچین تا اونجا پاکسازی شده و اینمی حوزه سوم امنیتی یگانه صدی است که هم بر این جاده که به چهارراه وصل است مانع میشه مخالفان، هم اون طرف به بندر کابل و جاده عمومی که به طرف کابل میره. پس یگانه خطی که خیلی خطر آفرین هم میتونه باشه و راهی میتونه باشه بر مخالفان به خاطر ورود در شهر، فعلا حوزه سوم امنیتی است که او هم در حال پاکسازی است و نبرد در اونجا ادامه دارد. در دیگر بخش ها نبرد از درون شهر و بیرون از شهر رفته و هر روز یا هر ساعت در حال دور شدن از شهر است. اما تهدیدی که در میان خانه هاست و در کوچه و پس کوچه هاست هنوز باقی است و همین چند دقیقه پیش ما از همین دورترها دیدم که مخالفان در خانه ها در کوچه ها پرچمشان بالاست و در اونجا حضور دارن و هنوز در میان خانه ها یک تهدیدی کلان در کندز وجود داره. کریم امینی، طلوع نیوز، شهر کندز. کار پشتیبانی هوایی از عملیات کندز امروز به علت مناسب نبودن هوا با چالش روبرو شد. تمیم حمید که با نیروهای هوایی در کندز همراه بود میگوید که خرابی هوا باعث شد تا چرخبالهای ارتش نتوانند بر سنگرهای طالبان در اطراف شهر کندز آتشباری کنند. به آرزویی که از کودکی به دنبالش بوده دست یافته و اکنون میتواند از هوا دشمنان کشورش را ماچ قرار بدهد. 12 سال میشود که محمد طاهر خلبان ارتش است و امروز ما با او به عملیاتی بر فراز شهر کندز می رویم. باید بخشهایی در نزدیکی ولسوالی چهاردره را آماج قرار دهند. هرچند دوای غبارآلود مانع این کار شده است.
در نهایت برمیگردیم، در حالی که نیروهای هوایی بدین باورند که تنها حضورشان بر فراز میدانهای نبرد هم کافی است تا به نیروهای زمینی روحیه بدهد و در مقابل روحیه مخالفان را ضعیف سازد. نقش نیروهای هوایی مثل قلب در بدن است در نیروهای زمینی. این نیروهای هوایی بود که تانست همین دهشت افگنا را دشمنان وطن از بین ببرند. به مردم جنگیدی قندس اطمینان میدیم که نیروهای هوایی اون افغانستان دوش از یا هست و خواهد بود. در حال حاضر نیروهای هوایی در قندس بیشتر از هر بخش دیگر کشور فعال هستند و بخش بزرگی از نبرد را در این ولایت همین نیروها به پیش میبرند. کوریای شمالی آماده پاسخ نظامی به تهدیدات آمریکا است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی که در مراسم بزرگداشت از 70مین سالروز تأسیس حزب حاکم کارگر در این کشور سخن میگفت، تاکید دارد که پیونگ یانگ آماده هر گونه رویارویی با واشنگتن است. در همین حال کوریای شمالی در این روز بزرگترین رژه نظامی را به نمایش گذاشت. قدرت نمایی نظامی کوریای شمالی. کوریای شمالی با برگزاری مراسم ویژه رژه نظامی از 70مین سالروز ایجاد حزب حاکم کارگر در این کشور بزرگداشت نمود. هزاران سرباز این کشور با دست داشتن پرچم‌های سرخ از برابر رهبر کوریای شمالی که این رژه نظامی را تماشا می‌کرد عبور کردند. در این مراسم پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارهای این کشور نیز به نمایش گذاشته شدند. رهبر کوریای شمالی در این مراسم واشنگتن را دشمن شماره یک پیونگ یانگ می‌داند و هشدار می‌دهد که این کشور آماده است با هر گونه تهدیدات واشنگتن با گزینه نظامی پاسخ بدهد. نیروهای آهنین و متحد ما توانمندند تا در برابر هر گونه جنگی که ایالات متحده آمریکا انتخاب میکند از خود استادگی نشان بدهند. ارتش انقلابی کوریای شمالی با انگیزه بالا از هیچ گونه تهدیدات دشمن ترس ندارند و نخواهند داشت. با آنکه هیچ یک از رهبران جهان در این مراسم شرکت نداشتند، اما نمایندگان حکومت چین نخستین نمایندگان کشورهای خارجی بودند که در این مراسم شرکت کردند و پیام تبریکی رئیس جمهور چین را به مناسبت سالروز ایجاد حزب حاکم کارگر به رهبر کوریای شمالی رسانیدند. ارتش سوریه با پشتیبانی عملات هوایی روسیه در سوریه روستای البسا در شهر همارا تصرف کرد. فرمانده ارتش سوریه میگوید که ارتش این کشور توانست کنترل این روستا را که از آگوست سال جاری در دست جنگجویان گروه داعش بود به دست گیرد. ارتش سوریه حمله های هوایی روسیه بر پایگاه های داعشیان در سوریه را اثرگذار می داند. فرمانده ارتش سوریه می گوید که حمله های هوایی و موشکی مسکو توانسته است به جنگجویان گروه داعش ضربات محکم را وارد کند و اکنون داعشیان از شمار زیادی از روستاها در این کشور عقب نشینی کرده اند. فرمانده ارتش سوریه از آغاز عملیات تازه این کشور برای بازپسگیری بخش های از دست رفته از نزد جنگجویان داعش در این کشور خبر می دهد و می افزاید که ارتش این کشور توانسته است یک روستا را در شهر هما از نزد جنگجویان داعش تصرف کند. در همین حال ارتش روسیه نوار تصویری را پخش کرده است که نشان می دهد جنگنده های این کشور داعشیان را آماج قرار می دهد. جنگنده های روسیه 60 محل را که مشمول مراکز فرماندهی، مراکز ارتباطی و پایگاه های آموزش داعش بود در بخش های گوناگون سوریه آماج قرار دادند. از سوی هم وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که مسکو به توافق رسیده است تا در مورد حمله های هوایی این کشور در سوریه با واشنگتن گفتگوهایی را انجام بدهد تا از درگیر شدن نظامیان اردو کشور در خاک سوریه جلوگیری صورت گیرد. صدها تن در لیبیا در اعتراض بر پیشنهاد سازمان ملل برای ایجاد حکومت وحدت ملی در این کشور دست به اعتراض زدند. معترضان با سر دادن شعارهای بر ضد سازمان ملل میگویند که آنان خواستار تشکیل حکومت وحدت ملی در این کشور نیستند، زیرا مقامهای حکومت این کشور که در بحران لیبیا دست دارند دوباره در این حکومت سهم خواهند گرفت. یک روز پس از آن که فرستادی ویژه سازمان ملل متحد در لیبیا برای پایان دادن به بحران این کشور ایجاد حکومت وحدت ملی را پیشنهاد کرد، صدها تن در بنغازی گرد آمدند تا اعتراضشان را در برابر تشکیل حکومت وحدت ملی در این کشور ابراز کنند. این معترضان حکومت لیبیا را به ناکارایی متهم می کنند و می گویند که آنان خواستار آن نیستند تا مقامهای حکومت کنونی که در بحران این کشور دست دارند دوباره بر آنان از طریق حکومت وحدت ملی حکومت کنند.
تونلی اون آنان کسانی هستند که از مردم لیبیان نمایندگی نمی کنند. بجای آنکه آنان در دادگاه کیفری بین المللی مجازات شوند، می خواهند دوباره بر ما حکومت. پس از سقوط حکومت محمر القذافی در لیبیا، این کشور گواهی درگیری های مسلحانه میان گروه های رقیب بود. سازمان ملل متحد ترس از آن دارد که گروه های عراس افغان با استفاده از وضعیت کنونی در این کشور دست به فعالیت های بیشتر عراس افغانانه در این کشور بزنند. از همین رو برای پایان دادن به اختلاف ها میان طرف های درگیر در این کشور پیشنهاد حکومت وحدت ملی را نموده است. صندوق وجهی کویت 7 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. در حاشیه نشست سالانه صندوق جهانی پول در پرو، در گفتگوی وزیر مالیه افغانستان با نمایندگان صندوق وجهی کویت، مسئولان این صندوق از کمک 7 میلیون دلاری در بخش مسئولیت غذایی در افغانستان خبر دادند. نشست سالانه صندوق جهانی پول و بانک جهانی در شهر لیمای پرو، وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی به نمایندگی از افغانستان شرکت کردند. در این نشست گذشته از تعهدات شمار از نهادهای مالی برای کمک به افغانستان، برنامه های حکومت افغانستان و ویژه بانک مرکزی و وزارت مالیه برای بهبود نظام های مالی و بانکی کشور بررسی شدند. در این نشست مسائل مهم بنیادی برای افغانستان مورد بحث قرار گرفته و قرار می گیرد، چون نشست تاریخ 9 آغاز شده تا فردا تاریخ 11 اکتبر ادامه دارد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که با در نظر داشته اقدامات اخیر حکومت وحدت ملی برای بهبود نظام بانکی و جستجوی منابع نوین درآمدهای ملی، این برنامه ها از سوی مسئولان صندوق جهانی پول موفق ارزیابی شدند. در حاشیه این نشست، صندوق وجهی کویت با کمک 7 میلیون دلاری برای مسئولیت غذایی در کشور تعهد کرده است. از سوی هم مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها با در نظر داشت اهمیت سرمایه گذاری های کشورهای کویت و امارات متحده عربی در کشور، میگویند که حکومت در کنار جذب کمک های بدون بازپرداخت این کشورها باید زمینه های تشویق سرمایه گذاری های خصوصی این کشورها را نیز به افغانستان فراهم سازد. حق سیاسی تعهدات چې د افغانستان سره لري او حق اقتصادي برخه کې چې د هغوی په مختلفو ناستو کې د افغانستان د هیواد سره ژمنه کړې ده، د هغه د ژمنو د پیل دپاره به دا یو د پیلولو دپاره د شروع دپاره دا یو نیک اقدام دی. این در حالی است که گفته می شود سال پار در نشست صندوق جهانی پول، مسئولان این صندوق گفته بودند که در صورت بهبود در نظام بانکی کشور به ویژه خصوصی سازی نو کابل بانک و افزایش درآمدهای ملی به افغانستان کمک های فنی و مالی خواهند کرد. کار ساخت 8 سردخانه بزرگ در کشور امسال هم تمام نخواهد شد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری علت تأخیر 2 ساله در کار ساخت سردخانه ها در شهرهای بزرگ کشور را نارسایی های مالی می خوانند. از 2 سال بدین سو کار ساخت 8 سردخانه بزرگ در کشور تنها 9% پیش رفته است. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری می گویند که به علت نارسایی های مالی کار ساخت این سردخانه ها به کندی روبرو است. کار اعمار سردخانه ها به دلیل مشکلات تکنیکی و مالی که به میان آمد تا هنوز بسیار به کندی پیش میره و بسیار کم پیش رفته. در مجموع کار ساختمانی حدود 6% پیش رفت کرده و کار فراهمسازی وسایل تکنیکی 3% که در مجموع میشه بگویم 9% کار احداث سردخانه ها پیشرفت داره، ولی کار بتی است، مورد قناعت ما نیست. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد سخت از وزارت زراعت و آبیاری میگویند که این وزارت از چند سال بدین سو از ساخت این سردخانه ها سخن میگوید، اما تا کنون هیچ کاری در این بخش نکرده است. نظام در دوره گذشته زمان آمد کرزه و تا فعلا نتانستن به بخش های مهم زندگی مردم که بخش اقتصاد است توجه کنند و بیشتر سرمایه ها در قسمت سکتور سرویس متمرکز بود، نه در بخش تولید صنعت یا زراعت صنعت، که کارا نشد و امروز خسارت زیاد مردم افغانستان از این ناحیه میبینند. این در حال است که وزارت زراعت و آبیاری برای از میان برداشتن مشکلات نبود بازار و جلوگیری از گندیده شدن میوه ها و سبزی های تازه تا 30 سال پیش ساخت 8 سردخانه بزرگ را در 5 شهر بزرگ کشور روی دست گرفت و گفته می شود که هزینه های ساخت این سردخانه ها که در حدود 1,500,000,000 افغانی است نیز وجود داشتند. اما اکنون با تأخیر در 2 سال در کار این سردخانه ها، وزارت زراعت علت کندی کار در این بخش را نارسایی مالی می گوید.
مسئولان امنیتی بادغیس از روی دست گرفتن برنامه ویژه امنیتی در این ولایت خبر می‌دهند. سرپرست این ولایت می‌گوید که همه نیروهای امنیتی بادغیس برای گوشه گوشه این ولایت گماشته شدند تا در برابر هر گونه تهدیدهای امنیتی به هراس افغانان پاسخ دهند. از یک هفته به این سو آوازه‌های درباره هجوم هراس افغانان به ولایت بادغیس به گوش می‌رسند. این آوازه‌ها باعث شدند شمار از باشندگان شهر قلعه‌نو این شهر را ترک کنند. اما اینجا شمار از باشندگان این ولایت گرد آمدند و بر مبارزه جدی با طالبان تاکید می‌ورزند. در همین حال سرپرست این ولایت می‌گوید که طالبان در چندین جبهه در این ولایت شکست‌های سخت خوردند و توان رویارویی با نیروهای امنیتی را ندارند و تاکید می‌ورزد که برخی حلقه‌ها به سود هراس افغانان در این ولایت آوازه پخش می‌کنند. حضور نیروی نظامی به معنای تشویش نیست، به خاطر اخذ تدابیر است تا ما بتونیم تدابیر بهتر به خاطر مردم و خاطر تامین امنیت شهر اتخاذ بکنیم تا خدای نخواسته کدام مصیبت به مردم نرسد و برای تامین امنیت بیشتر ما به جایی که ضرورت باشد نیروی امنیتی شبانه روز گشت و گذار و گزمار در شهر و اطراف شهر و نواحی دورتر از شهر عملیات دارد. از سوی هم فرمانده پلیس این ولایت میگوید که همه دستگاه‌های تبلیغاتی طالبان تلاش می‌کنند مردم را به هراس اندازند و می‌افزاید که اکنون هیچ خطر این ولایت را تهدید نمی‌کند و نیروهای امنیتی در همه بخش‌ها حاکمند. داده دشمن تبلیغاتی چی که یه چی به بعد این ولایت سکوت کی مش طول نقطه تری زد کوتون است ولی دی به که بیگم دی به بعد این خالق پلارام جون و کی هیچ امکان نداری چی به بعد این ولایت سکوت کی یو پوسته یا سکوت کی ولایت خلاصه که مش په ورځ غزمی لرو یا هغه متي کوته غزمی استو او چاته د دشمن تارکاتی او ریزرو کوتونه مو استولې دي چې په خوا موږ هلته کوتونه نه استول اوس مغزې ته استولې دي چې لیرې څلوېش کیلومتره 50 کیلومتره د ولایت څخه لیرې دي. از سوی هم فرمانده ارتش در غرب از توانمندی نیروهای امنیتی در این حوزه سخن میگوید و میافزاید که این نیروها پاسخگوی تهدیدهای امنیتی هستند. مطمئن باشه که نیروهای امنیتی انشاءالله با عام و تام این توانمندی را و این قوت و این مثلا ظرفیت دارن که از این آراضی و از این سرزمین دفاع بکنن و یک امنیت خوب به این حوزه به وجود دارن تا مردم در سایه امنیت زندگی خوب بکنن. از یک هفته به این سو آوازه های وجود دارند که طالبان در حال آرایش جنگی برای حمله به برخی ولایت های حوزه غرب به ویژه فرا و بادغیس هستند. اما مسئولان امنیتی این ولایت ها این آوازه ها را ساخته شده از سوی حلقه های وفادار به طالبان می دانند. گروه داعش در سه منطقه ولایت ننگرهار مانع تطبیق واکسن پولیو شدند. مقام های محلی ننگرهار می گویند که در پیکار خزانی واکسن ضد فلج کودکان در حدود 46,000 کودک زیر 5 سال در سه منطقه ولایت ننگرهار به علت حضور گروه داعش از این واکسن باز ماندند. وزارت صحت آمد سه روز هفته پیش واکسین خزانی پولیو یا فلج کودکان را در سراسر کشور اعلام کردند. اما ریاست صحت آمد ننگرهار می گوید که کارمندان این ریاست نتوانستند واکسین پولیو را در ولسوالی های اچین، هسکمینه و کوت ننگرهار به علت حضور گروه داعش تطبیق کنند. وی با ابراز نگرانی از این کار می گوید که در حدود 46,000 کودک زیر 5 سال از این واکسین بهره‌مند نشدند. دا کمپاین په جریان کې د دې د مخکې هم د درې مشر رئیس د موږ په حدود شپږ سال زره مو شومد د چین کوټ هم در هغه د ویلا په ټولو سوال کې د واکسین نه پات کی چې دمدا علت د سیمو متاسفانه موږ په چین ول سوال کې سره مثبت واقع لرو او یو واقع چې د شوزا د ول سوال کې لرو او د اول واقع هغه ارتباط چې هم وایرس د پاکستان د ګاونډي هوا سره. آقای کاموال میگوید که در این ولسوالی ده درمانگاه نیز از سوی گروه داعش بسته شدند. صحیح مراکز دی عالم متاسفانه د چین او کوټ او دغه دی والا په لوسول کې تل سی دي ساده مخ په لاره روزمره خدمات هم نشو راي کوله هم د پولیو د کمپاین خدمات متاثر دي او په زمين کې د موږ روټین خدمات سي دي هغه متاثر دي نو دا دوه عوامل دي سبب سي دي چې موږ د تشويش لامل وګرځي. در امین الله آلمان دین و فعالان جامعه مدنی این کار را ستم در حق کودکان می دانند و می گویند که گروه های درگیر باید در حق کودکان ستم روان ندارند. دولت مخالفین و دی خبر مخالفین خو او یواز دانه چې د تارام ټولغه کارونه چې د افغانستان د خلکو په نفع او په خیر او په ګټه وي هغه باندې ونوم دی
کدی ته حرام وینو دغه تعلیم او د مکتبونو بندول نو د دې لپاره کوم دلیل و چې دا شی حرام کړل کوچنی ماشومان د واکسین څخه به برخې پاتې کوي فکر کوم دا یو ډول جفا ده او په قیامت کې به دغه ماشومانو آزار ستاسي په غاړه شي او د دې ماشومانو دغه پریشانی یا دغه کومې ناروغي سره چې دوی پلاس پګریوان کیږي یو وزن عامل وي همدغه وسلوال ډلې وي چې نن مزاحمت ایجادوي آلمان دینی ننگرهار از گروه های درگیر می خواهند که نه تنها به کارمندان کمک رسان آسیب نرسانند بل آنان را باید کمک نمایند. رقابت دوچرخه سواری تور بامیان در بخش پسران با قهرمانی داود انصاری پایان یافت. علی اصغر و غلام مصطفی مقام های دوم و سوم را به دست آوردند. در بخش دختران مریم برسکوی قهرمانی ایستاد، طاهره دوم شد و زکیه نیز در جایگاه سوم قرار گرفت. دوچرخه سواران از ولایت‌های کابل، پروان و بامیان هستند که برای رسانیدن پیام صلح به ولایت‌های دیگر کشور به اینجا آمدند و برای به دست آوردن عنوان قهرمانی در برابر امبر رقابت می‌پردازند. تور دوچرخه سواری بامیان در بخش دختران در فاصله 17 کیلومتر برگزار شد که مریم زودتر از دیگران از خط پایانی گذشت و قهرمان شد. همین دوم دفعه میگه همین مثلا اگر مسابقه بود به خاطر روز جوانان مسابقه زده بود من مقام اول گرفتم. همین دوم دفعه میگه مسابقه اشتراک کردم مقام اول گرفتم. این بازی ها در بخش مردان و به فاصله 30 کیلومتر برگزار شد و در پایان داوود انصاری موفق به به دست آوردن مقام قهرمانی شد. در پایان این پیکارها برای چهره های برتر جایزه های نقدی نیز داده شد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بخیر.